موشکاف. دوستان سلام، مخلص شما موشکاف در خدمت گذاری حاضره. آقا بعد از مشت بارون قدنامه ها و چسبوندن جام زهر حقوق بشر به لب عظما، حالا ولی فقیه کتک خورده و زهر خورده، عده ای از نجم آرپیجی های نظام رو جمع کرده تا جدیدترین مانیفستش در رابطه با حقوق زنان رو تقدیم بشریت کنه. یکی از بزرگترین خطاهای تفکر غربی در مورد مسئله زن همین عنوان برابری جنسی است. عدالت یک حق است، برابری گاهی حق است گاهی باطل است. چرا باید انسانی را که از لحاظ ساخت طبیعی، چه از لحاظ جسمی چه از لحاظ عاطفی، برای یک منطقه ویژه‌ای از زندگی بشر ساخته شده، او رو از اون منطقه ویژه جدا کنیم به منطقه ویژه دیگری که برای یک ساخت دیگر، برای یک ترکیب دیگری آماده کرده خدای متعال، به اونجا بکشونیم؟ چرا؟ افکار مترقی برخواسته از مغز ترشیده ولایت رو ملاحظه کردی؟ میگه زن برای منطقه ویژه‌ای از زندگی بشر ساخته شده. یعنی هزار استغفر الله، بشر یه چیزه، زن یه چیزه. حالا منظورش از منطقه ویژه‌ای که زن براش ساخته شده کجاست؟ بله، آشپزخونه و اون دورمورا. اینجاست که سید علی سوتی رو میده و میره واسه ماستمالی قضیه. تصور از همسر، زن در خانه، تصور یک موجود درجه دویی که موظف به خدمتگذاری به دیگرانه، این تصور بین خیلی ها هست. حالا بعضی ها به زبان میارن، به رو میارن، بعضی هم به رو نمیارن، تو دلشون اینه. این درست نقطه مقابل اون چیزیست که اسلام بیان کرده است. دیدی؟ بابا این ولی فقیه یا فمینیست عمامه دار؟ خب حالا تو که از فرط ترقی تقت داره در میاد، به نظرت مسئله اصلی زنان چیه؟ به نظر من مسئله اصلی، یعنی یکی از مسائل اصلی، مسئله خانه و خانواده است. امنیت زن در محیط خانواده، فرصت زن در محیط خانواده و خانه‌داری برای بروز استعدادها. دوباره سود زدی که حضرت سود، میذاشتی لااقل 5 دقیقه از حرف قبلیت بگذره بعد زیرا بشه بزنی. بلد نیست یه روزه‌ای چیزی راجع به اشتغال و این حرفا بخونی؟ مسئله اشتغال بانوان نه، این جزء مسائل اصلی است. البته طبعا اینه که نگاه کنن ببینن اون مشاغلی که متناسب با این خصوصیت زن است اونا چیه. بعض از مشاغل هست متناسب با ساخت زن نیست، خب اینا رو دنبال نکنن. اون مشاغلی که متناسب با ساخت زن نیست کدوم مشاغلن؟ منظورت وزارت و ریاست جمهوری و رهبری و قصد الازاله که دیگه نه؟ ما بالاخره نفهمیدیم زنان باید چی کار کنن؟ تو خونه که میگی نباید بشینن، دنبال شغلم که نباید برن. پس بالاخره حرفت با زنها چیه؟ شما خانم ها که خب بحمدالله عالمید، فاضلید، من احترام میکنم، گفتم من استفاده میکنم هر وقتی که در جلساتی خانم ها صحبت میکنم. برو باباتو مسخره کن مرتی که عملی. شغل چی شد؟ کار چی شد؟ تحصیلات چی شد؟ بعضی ها جنجال میکنن که آقا تبعیض در تحصیلات. این تبعیض همه جا بد نیست، تبعیض اونجایی که ضد عدالت باشد بد است. والا وقتی که شما توی یه تیم، فرض کنید که فوتبال، یکی رو میذارید مهاجم، یکی رو میذارید مدافع، یکی رو میذارید دروازه‌بان، خب این تبعیض دیگه. اگر اونی که باید در خط دفاع وایسه اون رو گذاشتن مهاجم، خب تیم خواهد باخت. اونی که باید مهاجم باشه اگه گذاشتن دروازه‌بان که بلد نیست این کار رو، خب تیم میبازه. این تبعیضه. اوهو
چی شد یهو رفتی تو فاز گواردیولا؟ فعلا که علن حساب با ارنجی که تو و باقی آخوندهای زنستیز چیدی زنا رو همه رو رونین کد نشین کردی، مگه نکردی؟ به خاطر تفاوت‌های طبیعی که بین جنس زن و جنس مرد وجود دارد، چگونه میتوان رفتاری را نهادینه کرد و غیر قابل اجتناب کرد که به زن ظلم نشود، چه در محیط اجتماعی چه در محیط خانواده؟ اینا مسائل خیلی مهمی است. منظورش از این سوال بدون جواب چیه؟ این یکی حرف آخرش بود. منظورش اینه که آقا تو نظام ولایت واسه زنا هیچ راه حلی نیست، در هر حال ظلم اجتناب ناپذیره. حالا چرا؟ قالبه ها دو قالبه، یک قالب برای یک کار یک صنف کاره، یک قالب برای یک کار دیگر. وقتی سیدعلی اینجوری هی قالب میکنه، به ناگهان دوریالی موشکاف میفته و میفهمه که چرا علی گدا داره از ترس جوونا و زنای هموطن قالب تویی میکنه. حالا عزما خودت بگو ببینم، وقتی به این وضعیت درب و داغونت نگاه میکنی چه احساسی بهت دست میده؟ انسان گریهش میگیره، انسان گریهش میگیره، گریهش میگیره، انسان گریهش میگیره. باز که قوپی اومدی که اولا انسان گریهش میگیره، چه دخلی به تو داره؟ ثانیاً نگو گریم میگیره، بگو گریم رو در آوردن اینجوری. موشکاف با آقای موشکاف.